سلامتی گران هدیه است که خداوند متعال برای بشر داده است. پس از سلامتیتان در بخش نبض سلامتی صبح و زندگی و بخش نسخه سخت و ساز و طبی حفاظت کنید. امروز هم یکی از موضوعات بسیار مهم و جالب را انتخاب کردیم در رابطه به عوامل وزوز وز گوش که مربوط بخش گوش و گلو میشه. و خوشبختانه هم دکتر صاحب با ما هستند و در این زمینه همراشون صحبت های زیاد می داشته باشیم البته به وز, وز گوش یکی از امراض خیلی شایع است که اکثریت جوانان از این امراض شکایت دارند گاه اوقات افرادی که بیش از حد به موسیقی گوش می و یا هم در جای کار می‌کنند که سر و صداهای بیرونی خیلی زیاد هست گاه اوقات سیستم عصبی اینا دچار مشکل می و گاه اوقات هم سبب می که ساختمان داخلی گوش از اینا مشکل شود و در نتیجه صداهای ناخوشایند مانند وزوز را بشنون اما ای که دلیل اصلیش در چی هست و راه های پیشگیری و تداویش وجود داره و یا خیر همه این موارد را می خواهیم صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم نور محمد غفوری متخصص امراض گوش گلو و بینی که همین لحظه با ما هستند بسیار خوش آمدید دکتر صاحب صحبتان بخیر تشکر بسیار زیاد شما هم که ما را دعوت دادی به یک موضوع مهم در پرگرام شما سلامت باشه ما هم خوشحال هستیم از اینکه شما را امروز در برنامه با خود داریم و دعوت ما را پذیرفتیم اینکه که چرا بعض افراد مشکل شنوایی برشان ایجاد میشه گاهی اوقات هم صداهای عجیب و غریب در گوشهایشان شدیده می همه این موارد می صحبت بکنیم با دکتر صاحب محترم نور محمد غفوری که همین لحظه با ما هستند خب دکتر صاحب ابتدا خوب است که در مورد ساختمان گوش کم معلومات مختصره تقدیم ما بکنین و بعد از او هم در رابطه به که چرا بعضا ما صداهای ناخوشایند را مثل صدای وزوز در گوش مشنم بسیار خوب گوش خو مهم وزیفه شنوایی گوش است البته دیگه وزیفه هم داره خو ام قسمت بیرونی گوش است که اما صدا امواج صدا را تراپی مې پردې غوښه ډایرکشن مې تا بعض زمو پردې برکت مې اي بعد ازو مو غوښه مابيني استه کې توسو ته یو سټخان به غوښه داخلي انتقال نه ميشه همونځه یک مایه استه به وره به حرکت مياره کې بعض زمونځه یک ساختمان ايس ما وره ورګنه کورټه ميګم کې او همونځه حجرات استن و تحریک ميشه همو تحریک ازو ما سيګنل روان ميشه به مغز کې باز مغز مفهمه کې چې چیرې کم ساده استه و چی ساده استه مې یک بختصر با میسابی شنوایی دیگه خو ساختمان اگر ما بسیار به تفصیل گپ میزنیم بسیار بله وقت میگیره ما هم فهمم نمیشه بله بسیار خوب دکتر زبازن بعضا جوان شکایت میکنن از اینکه صداهای وز ویز در گوششان قابل شنیدن و قابل سمع است دلیلش در چی هست خب اولی همین ویز که ما شما میگیم به اصطلاح تیبی رتینیتس میگه ایران مردوم شنو اندګه باید په پاملکی یا کاواز استند کی د ګوش یا د سر شینیدو میشه لیکن منبي خارجي وجود نداره <تصفح> ایران ما مميزبيزبيز بوتینیتاس میګا یي بسیار یو موضوع جدي او مهم استن کی اکثر مردوم ازي عزی... اذيت میبره دم مو... مسله کی ما ما ایران بسیار مهم استن ديګا يي مختلف عوامل دره او مسيار عواملي شه د مخدي ګوش استن لیکن يک تعداد عوامل بیرونو ګوشوم باعث بزبيز میشه د د برای غوش مې کوي چې هر مرغوش امکان درا کوي امی اوازی بیس بیس یا ټینی ټس پیدا کونه لکهن بسیار مهم شی شما امراض است چې مو غوش داخلي کې پښتنه موجود دي چې یو سخت موناس همون جوجرات کې بری شنوایي جوړ شو دا اگر اه. و یا واسی کوم مرغز ضربه ببینه یا به استلا زخمي شوه باز هم یوک سیګنال کې از صداي بیروني نه بشه په مغز روان میکنه باز د احساس میشه یو آواز موازې مختلف بسونه د میشه باز اگر به په تفصیل امراض کې چیز بایسي چې چی میشم غوښه د داخلي بعض امراض انتانی استان د غوشي مې وایني بځيام راځي استان خو دي غوشي بیرونی مثلا وقس کې د نږدې کی ټیمپنیک ممبرین مې باشه وم یو یک بایس आवाज مې شه او په چرک غوشي او بځي امراضه استان کی با رګای خون تعلق داره و ممکن داره که مو آواز پیدا کنه بعضی هم امراض د مغز هستن البته زیاد نیستن اکثر امراض هستن که ده خودی گوش هستن و باعثی وزوز میشه بله دکتر صاحب و بعضی وقت با... یک چیز دیگه باید بگم که بعضی وقت هیچی م... دلیل هم نمی باشه خو می باشه. یعنی او را ما ایدیوپاتیک می اکثر شمی می بله باشه. که امراض نامعلوم هستن و از اون نام. امراض نامعلوم حساب میشن دکتر صاحب در کدام سنین سال صداهای وز گوش بیشتر افراد را مصاب در جوان ها بیشتر افراد هست و هم افرادی که کهان هست اما عمر یک ذرا زیاد میشه کهان میشه باز اما خودی حجرات پیشتر که ما بودیم اون متاثر میشه او شنوaim کمېشه غو زه خاطر اکثره دم اې کې رسیده زیات مې بشه خو یې ضرور نيستند د اطفالوم پیدا مېشه د مې جوانان پیدا مېشه نظر به یې کې امراض اگر و مقصد داشته باشه ممې زیست پیدا شده مېته خب ډاکټر صاحب خاله خوبهز کې در موارد راه های پیشگیری از وزوز گوش معلومات تان و توصیح های تانه ما بینید شریک بسازین که ما چطور میتونیم از وزوز گوش پیشگیری بکنیم بسیار خوب از که یک مهم ملتی امو بیز یا تینیتس که هستن نایز په لوښنه یې نه اواز اوازې بسیار ساوته بسیار بلند کې ادم مواجمه شته د دا الگي سپتي کې مثلا مو شوم ادم روزمره روز د شهرداریم هر نه مو تر کې بسیار بلند بلند چیزدارو دي بعضي با. مردم د دا مثلا د کار سيټر کار میکنه یا مازی مردوم د می کارخانه کار میکنه همونځ باید همو مردوم کی از کارمنده خود کار میگیره باید امو پروټیکشن کی چیزا سه ما هیپازتی شنوایي او سامان کی استانوره باید د نظر بی ګره او امو ساتاره باید بده نظر بی ګره چې کدر وخت تو مواجه شوهه میتنه <تصفح> چې کدر فریکوئنسی دارا او ای چې کدر سات ی میشکی یی برداشت کړه یی بسیار مهم است کې جلوگیری از خرابې شونويم شوه وا یو مهمې لټیا وز مې وزوزیا ټینیتاس کې استان یی امی سبتای بلند ده چې ادم مواجه میشه ودګا چیز کې مهم است دواست بعضی دوا یستا کې امی ډاکټر صاحب توصییه میکنه و مریضای خو او بایسی خرابی گوش میشه و هم یلتی هم پیدا میکنه از این خاطر هم دوزی و چه باید بیت و کدام دوا باید بیت در ای باید ایتیاد دکتر یک سیون... زیاد از گوشکی یا هدفون استفاده میکنن شنیدن موسیقی با صدای بلند و دوامدار چقدر با گوش آسی بسیار زننده بس، بسیار خوب این ما شما که سالونا روسی میریم رراما بسار ب واز بلن و همنا هدفون استعمال مکنه بسار توان مکن ر باد بسار ب والمي کم و ب وقت مشخص متان ور برداشت نا ار اضافه شو ب مشکلات گوش پیدا مشاحاطن و ده چيز سوم خوردني چيز هستن پيشتر فتم رگای خون که استان بازی امراضی شاست که بایدی تینی تست میشه از این خاطر دوم باید الان محتاط باشه که چی کدام خوراک بکنم ما و خوراکای موشما بسیار جنگ مشکلات داره روغانی بسیار استعمال میکنه که یک علت دیگه امراض میشه و همی باید تینی تست میشه بسیار پس رژیم غذایی هم بخش مهمت تشکیل میتد تا ای که ما سمع بهتر داشته باشیم شنوایی بهتر داشته باشیم کوشش بکنین که رژیم غذاییتان هم خیلی مناسب باشه از میوه ها و سبزی ها بیشتر استفاده بکنین نسبت به غذاهای چرب و دکتر سایب بهترین زمان به خاطر مراجعه کردن نزد دکتر سایبا چی وقت است بعض افراد که گوششان وزوز وز, وز میداشته باشه اینا میگن خیر شاید جور شود ولی چی زمان حتما باید نزد دکتر سایبا مراجعه بکنه بسیار مهم سوال است یو یګان واخوم یزبز یاچینې سمدو کټی میباش مثلا بعضي امراض به استلاب بینیو ګلون هم ارتباط میگیره به مو आवाज پیدا میشه د ګوش بعضي من پشتر ما ووښتم چې وکس باشه امي چیرکی ګوش باشه نزدې کې پرده باشه بعضي مرض بسیار عادي بز جوړ میشه خو لکه اگر مثلا یو کافته دوه هفته دوامدار میشه او ضرور باید به با ډاکټر مراجعه وکړئ ترڅو و دیده شو اېلتش پیدا شوه بازی تو رم بسیار بسادگی و علاج شده می با وقتی شگر تشخیص شوا باز از بسیار خرابی جلوگیری میشه آها بسیار خوب دکتر سب بازم یک جان تشکر از یک صحبت های خوب را امروی ما شریک کردین ولی صحبت های اخیر باز هم می داشته باشه در مورد راه های تداوی که چطور کسایی که به وزوز گوش مصاب هستن شما اونا را تحت تداوی با کدام روش ها قرار می دین. صحبت های خود را ادامه میتیم با دکتر صاحب نور احمد غفوری و در رابطه به موضوع امروزی ما که از صدای وزوز است در گوش بیشتر توصیه هایشان را می داشته باشیم ای که افراد که به چنین مشکل مساب هستند و از رنج میبرند و زمانی که نزد دکتر صاحب مراجعه می‌کنند چگونه و با کدام روش ها را تحت تداوی و درمان قرار می از دکتر صاحب نشتم بسیار خوب اول خوب باید را بگویم که وزوز یا چیز یک مرض مشخص نیستند یک علامه مختلف امراض هستند مرزیک مراجعه میکنه اول کوشش مې چې و تشخیص شوه کوم یې علت است اما یې علت ايش باز مطابق ازو مختلف امراض هستند کې و مطابق یې امو علت شاو تداوی مېشن وک تداوی شوه او به زيزو چې تاسو د ت بدن و خوب مېشه تداوی <تسرح> مېشه و بعضي یتو راستن کې و علت یې معلوم نې شه بعضي وخت مې چې ما پښتر ګوډیم کې مو علت یې معلوم نې بشه بعض هم باز رائے دیګه دره آ, کی باید تداوی شوه ما با یک مايره به استلای انګلیسي اگر وګوي ماسکينگ ميگا کې وره یکه وازي ديګه باشه کې وره باز مریضه زمو وازي گوش به تنگ نشوه بعضي بجارزو باز یک مثلا خودي گوشکی گوش هست یګان وخت توصيه ميشه کې او یکه واز در ازو بازما او بازي غوش باز او رتګ نه میکنه بازي مردم بسیار تنگ میکنه خاو کرد نه میتونه مطالعه کرد نه میتونه ودېګه بازي مثلا بازي مردم مس اکثر از طرف شوق ازيبه تنگ میباشه باز مثلا ګر تابستان بشم او باد پککهستان او اگر شانان بشه یو یو از درم او بازي غوشه باز ادمه تنگ نه میکنه یا مثلا مرادي اف ام اگر آن کنه کی مسد استیشل چیز نه باشه یو یو از دره نږدې کې بالشت خود بو معنا بازوم یو کمک میکنه کی را ماسک میکنه و بعضی بعضی دیګا تدوی سایکو تیراپی هستن کی و را باید بعضی روانیکی روانی و به اصطلاح یا اکثر امرای ویز بیس بعضی وختونه زهنی مشکل پیدا میشه بعض غورا کی باید را کی کی را و را قبول کنن بعضی اوازا کی د گوش یو تر کی ور تنگ نه میکنه و سایکالوجیکل و تدوی میشه و بعضی دوام هستن کی و کمک میکنه خو یتور مشخص دوا کی بسیار خوب ماثر بشته به علی وجود نه در بازم یک دنیا تشکر دکتر صاحب عزیز و نهایت گرامی از ای که امروز در برنامه دعوت کردیم از شما و شما هم دعوت ما را پذیرفتین وقت خوب خوش بدن تشکر بسیار سلامت از شما هم قدردانی می کنم بیننده عزیز و مهربان از اینکه بخش های مختلف نبز سلامتی صبح و زندگی را تا لحظه بیننده بودین خدا کنه که ما هم تانسته باشیم معلومات تیبی شما عزیزان را افزایش داده باشیم برنامه صبح و زندگی تا ساعت ده جریان داره با بخش های خیلی جالب و جذابه که هنوز هم داریم و تقدیم شما عزیزان می کنیم اگر شما از سیم کارت‌های های افغان بیسیم استفاده می و می که پیام هایتان از طریق خدمات 2222 -22 بر ما بفرستین کافی است که همین لحظه شما با سیمکارهای های افغان بی سی مراجعه بکنین و پیام هایتون و گفتنی هایتون بر ما بفرستین تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین